سخنی به مناسبت روز جهانی معلم. روز 5 اکتبر روز جهانی معلم است. در 44مین اجلاس وزرای آموزش و پرورش در 5 اکتبر سال 1994 از سوی یونسکو مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن 5 اکتبر به عنوان روز جهانی معلم رسمیت یافت. جمهوری اسلامی نیز این روز را در سال 1383 شمسی به رسمیت شناخته است، اما هیچگاه پایبند به اهداف و مفاد مصوبات آن نبوده است. در اجلاسی که منجر به رسمیت یافتن روز جهانی معلم گردیده، توصیه نامه‌ای به تصویب رسیده که بر اساس آن مبنای پیشرفت آموزش و توسعه جامعه بشری به نقش اساسی معلمان بستگی می‌یابد. این توصیه نامه به بهره‌مندی معلمان از جایگاه متناسب با نقش خود در جامعه توصیه می کند و تأکید می نماید که پیشرفت در امر آموزش و پرورش به کیفیت، قابلیت و توانایی کسانی بستگی دارد که آموزش می دهند. مصوبه‌ای که در 44مین اجلاس یونسکو به تصویب رسیده بر این نکته تاکید می‌نماید که برای بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش باید کیفیت کار و زندگی معلمان ارتقا یابد و معلم از جایگاه اجتماعی مناسبی برخوردار شود. واقعیت این است که تنها در صورتی مدارس برای دانش آموزان محیطی دلپذیر و بانشاط و آماده برای آموختن خواهد بود که معلمانی بی دغدغه از تنگناهای زندگی بانشاط و پرشور و با انرژی داشته باشند. و این ممکن نیست جز اینکه معلم فارغ از هر گونه مشکل معیشتی هم و غمش را صرف آموختن و آموزش دادن بنماید. بر اساس اهمیت نقش معلم، مسئولان آموزشی و کل سیستم اداری جامعه موظفن با رفع هر گونه موانع مشغله سازی، انگیزه های مناسب و سالم برای تدریس فراهم کنند و با توجه به موازین علمی، جایگاه لازم امر آموزش و تدریس تعیین گردد. در جهان امروز، آموزش، اهداف و روش‌های آن مهمترین عرصه جدال بر سر تأمین مسائل و نیازهای انسانی می‌باشند. در کشورهای پیشرفته، در امر تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش اولین و مهمترین خاکریز جدال با جهل و نادانی و خط مقدمی برای ایجاد دگرگونی‌های علمی به حساب می‌آید. از آنجایی که اولین جرقه های اندیشیدن در مدارس زده می شوند و شکوفا می گردند، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به معلمانی متخصص، آسود خیال، کم دغدغه و با روحیه متعالی انسانی نیازمند است. اما آیا در جامعه ایران قرب و منزلت معلم آنگونه که شایسته است حفظ می شود؟ آیا به معلمان که از اقشار زحمتکش جامعه اند، چنان توجهی می شود که بیغم از نیازهای مادی تأجیل در تقویت و ارتقاء دانش و دانستنی های خیش داشته باشد؟ واقعیت زندگی روزمره معلمان بیانگر این است که بیشتر معلمان بیش از آنچه که می باید به فکر ارتقاء دانش و آگاهی خود باشند، اجباراً به دنبال یافتن کار دوم و سوم هستند. اگرچه جامعه پذیرفته است که معلمان در ردیف اقشار زحمتکش و کم درآمد اجتماعی هستند و برای جبران کم و کسری های زندگیشان ناچارن رو به کارهای دوم و سوم بیاورند، با این حال کسی فریادرسشان نیست و جایگاه شایسته خود را نمییابند. در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، معلمان شغل و زندگی ناامنی دارند و به دلیل مشکلات معیشتی و داشتن کار دوم و سوم، حال و مجال کافی برای آموختن و آموزش دادن ندارند و خسته و بیحال با کمترین آمادگی به مدرسه می روند و تأثیر آموزشی آنان بر دانش آموزان در حد مطلوب نیست. بسیاری از معلمان نیز به جرم خوشنامی و مبارز بودن از کار برکنار و از گردونه آموزش خارج و به گوشه زندان ها می افتند. همکنون تعداد زیادی از معلمان خوشنام و مبارز و فعالان صنفی جامعه فرهنگیان در زندان به سر می‌برند و در ظرف یک سال اخیر بسیاری از معلمان مدارس را از کار برکنار کردند. در نظام جمهوری اسلامی، معلمان به عنوان عناصر اصلی و تعیین کننده در امر آموزش از امکانات شهروندی که مؤثرترین نقش را در امر تعلیم و تربیت دارند برخوردار نیستند. اسفاری زندگی این قشر محروم تنها در این خلاصه نمی شود که از یک زندگی شایسته برخوردار نیستند،
به آنان تحمیل می شود که مروج آموزش و پرورشی هم باشند که عمیقاً با خرافه و ارتجاع در هم آمیخته است. یکی از رنجهای بزرگ معلمان شریف و مبارز نفوذ مذهب در امر آموزش و پرورش است. معلمان ایران محکومند که از نزدیک شاهد اجرای طرح‌های ضد فرهنگی و تحقیرآمیز رژیم در مراکز آموزشی باشند. از همین رو عاجل‌ترین مطالبه معلمان ایران در کنار خاص تأمین معیشتشان جدایی مذهب از نظام آموزشی و تربیتی است. در تقویم تاریخ ایران هم روزی به نام روز معلم وجود دارد. 12 اردیبهشت روز رسمی معلم در ایران است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش داشته و دارد تا مناسبت این روز را به روز مرگ یکی از آخوندها به نام مطهری رقم بزند، اما به طور واقعی سابقه تاریخی این روز به سال 1341 شمسی و سال روز مرگ ابوالحسن خانعلی برمی‌گردد. در سال 1341 معلمان تهران در اعتراض به لایحه‌ای که حقوق فرهنگیان را نادیده می‌گرفت، در میدان بهارستان تظاهرات عظیمی برپا داشتند که با تعرض و تیراندازی پلیس روبرو گردید که در جریان آن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت. به دنبال این تعرض و تداوم تظاهرات و اعتصابات معلمان در روزهای بعد، تغییراتی به رژیم شاه تحمیل شد و روز 12 اردیبهشت یعنی روز کشته شدن خانعلی به عنوان روز معلم اعلام گردید. از آن پس تا کنون طرفداران واقعی آزادی و توده معلمان مبارز این روز را به این اعتبار به عنوان روز معلم می شناسند. معلمان ایران همواره و به هر مناسبت و جمله در 12 اردیبهشت و در روز جهانی معلم بر مطالبه اساسی جدایی مذهب از نظام آموزشی و تربیتی و مطالبات مشخص‌تری چون توقف طرح جداسازی‌های جنسیتی در مراکز آموزشی، توقف تعیین دروس دانش آموزان بر حسب جنسیت، توقف طرح اعزام آخوند و پاسدار و بسیجی به مراکز آموزشی اصرار می‌ورزند. در آستانه روز جهانی معلم، طرح خاص تأمین معیشت و تحقق مطالبات صنفی معلمان ابتدایی ترین و رواترین حق معلمان ایران است. کلیه خواستها و مطالبات معلمان از سوی طبقه کارگر قابل پشتیبانی است و تأمین زندگی مناسب و آسایش و آرامش معلمان یکی از مطالبات همیشگی کارگران متشکل و سازمان یافته است.